مشکل ما بسیار داریم، قد مشکل اجتماعی و فرهنگی و اینها داریم که باور بفرمایید نمیدونم شاید چند قرنی طول بکشد که این رسوبات این قضایا از بین برود. نگاه میکردم به سعدی یک بابی رو اختصاص داده، این داستان عرض کنم غلام بارگی، این هم حالا میخوام خدمتتون این داستان اسلام عزیز رو به قانون نشکه اینجا مطرح میکنیم. هر رذیلتی رو آخون میتونست فتوا بده فضیلتش بکن. همین داستان غلام بارگی، این آخوندهای سنی رأی داده بودن که چیز خوبی است. شنیدم در افغانستان هنوز این ماجرا ادامه دارد، متاسفانه بین سنیا. و من خجالت میکشم بعض اوقات این ادبیات درخشان ایران رو، میگم خدایا نکنه کسی این رو ترجمه کنه. ترجمه که کردن و بعدی کسی نگاه کنه بگه این مردم این بودن، اینا داستان چیه اینا؟ خدا نکند کسی ایرج میرزا رو ترجمه کنه به زبان انگلیسی. آخه مرد ادیب، مرد حکیم میاد بشه از بچه بازی صحبت بکنه. شما بگنین تو نمیدونم شکسپیر و هوگو و نمیدونم این همه این نویسنده‌های خارجی، هزاران نفر هستن. پوشکین، ببینید از این داستان‌ها، این ادبیات واقعا، این بخش ننگینی از ادبیات ایران متاسفانه همین داستان غلامبارگی است. حالا غلامبارگی از کجا آمده؟ ایرانی‌ها که از این کارا بلد نبودن، که یعنی چیزی به عنوان ما در فرهنگ ایران قدیم نمی‌شناسیم، حتی در فرهنگ عرب هم نمیشناسیم، این آسیای مرکزی ها آوردن. علاقه عجیبی داشتن به این داستان. حالا من میگم آسیای مرکزی ها که متوجه باشید منظورم چه کسانی. یک بخش عمده ای در سعدی در این باب هست. بله، بزرگی مثل سعدی اینها آمده و مجبور دیده خودش رو یا جزی از این سنت و فرهنگ بوده و این داستان جز متاسفانه جز لاینفک ادبیات هم بوده تا ملک و شعرهای بهار. ما در بهار هست که دیگه این رو نمیبینیم. این رو در شوخی جایی هست. قد شده این موضوع بین شعرهای بزرگ که ما میرسیم. ایرج میرزا هم مملو است از این مزخرفات. حالا این کاری بود یا نبوده من نمیدانم، اما با وقاحت چیزای بیان میکنه که آدم خجالت میکشه بخونه. تا فقط ملک هست، از ملک به این سو است که ادبیات پاکیزه میشه، یعنی از این مفسده عرض کنم که خالی میشه در واقع. اما به طور مطلق معشوق مرده، آقا به طور مطلق اگه میشه همچی چیزی. شاهکارهای هست در این ادبیات مثل اون عرض کنم که ترکیبند خود سعدی، عرض شود که اون ترکیبند وحشی بافقی، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، آدم میخونه هضم میکنه. ما بچه بودیم ذهنمون نمیگرفت که این یعنی چی، شاید منظورش تشبیه چیزی بوده. بعد که اومد میگیم نه آقا این داستان همین داستان اون است که میگه، معنیش همون است که نوشته. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، چقدر زیباست. بعد میری پایین تا پایین، نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ خریدار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت، یوسفی بود ولی هیچ خریدی هم چیزی نداشت، اولون کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من. باری در باب آداب تربیت عرض شود که چند داستان هست که سعدی فرزانه آورده است اینجا که براتون میخونم. بله، خرابت کند شاهد خانه کن، برو خانه آباد گردان به زن. بله، سعدی داره توصیه میکنه که این شاهد خانه کن، شاهد در لغت یعنی ریشه لغویش یعنی پسر زیبایی که پیراهنش پاره شده باشه، شاهد. بعد در ادبیات ما هم یک سمبولی شده است و اینا، حافظ هم پر است از این لغت و بماند. سعدی حالا اینجا خیلی رو راست به معنی اصل کلمه اون مفهوم آورده است،
خرابت کند شاهد خانه کن، برو خانه آباد گردان به زن. بله حالا میخونم بقیه شو. بعد میگوید که واقعا خجالت آوره، اجازه بدید رد بشیم از این داستان، برویم که داستانی دیگری پیدا بکنیم. اینها هم آخوندهای سنی در، حالا این یک شرح خیلی خیلی مفصلی است اگه بخوام راجع به صحبت کنیم که محمود غزنوی چی بود و داستان عیاض چی بود و بعد در زمان خوارزمشاهیان فساد به چه وجه بود و جلال الدین که یکی از بزرگترین رشیدترین سرداران تاریخ هست دوچار این مفسده بوده، سنجر به همین وجه، تا برسیم عرض کنم که بقیه و اینا. در روزگار صفویان ما نشنیدیم چیزی، چون مطابق چیز شیعه، فتوای آخوندهای شیعه بودن این فعل شنی اینا، سلاطین صفوی ما چیزی ندیدیم و کریم خان هم ندیدیم و دیگر تقریبا میتونیم بگیم در دستگاه سلاطین نبوده است. یه چیزهایی در باب قاجارها گفتن اما این به صورت یک سنت ادبی ادامه داشته تا مرحوم ملک شعرهای بهار. خب حالا میگذریم از این داستان، ببینیم که این آخوندها وقتی بحث میکردن قیامتی میشد. بعض اوقات بود که نعلین و عمامه بود که بر سر هم پرت میکردن، در حالی که همه مباحث اینا مزخرفات و مهملات و پوچ بوده، همش در باب موهومات بوده و مهملات و موهومات. از کردم از اندیشه آخوند آدم دینی اساسا هیچ ابداعی نشده که راهگشای چیزی برای بشر باشه جز این مزخرفات، همش موهوم. یعنی از ابتدا بحث بر سر موهومات ما بعد از طبیعه هست تا پایان کارشون هیچ و پوچ. شما شنیدید که مثلا فرض کنید که نمیدونم یک آدم آخوندی آخوند مسلکی چیزی مطلبی نوشته باشه که دست به دست به چرخه و گشایشی کرده باشد، حتی به لحاظ ادبی داره ارزش باشه، ما که نشنید. اگه شما شنیدید که یک نسخه‌ش هم برای ما کپیشو بفرستید لااقل بخونیم ببینیم چی نوشته. آخه الان تو مملکت ما امروز ریش یک مقامی داره. آقا ریش بله کمتر میبینیم که سرداران اسلام لااقل یک کهریشی نداشته باشن. مولانا هم یک همچی چیزی دارد، افتخار به پشم مثلا خیلی چیز مهم نیست. این ریش سنت رسول است، رسول الله گفته است که یک تحریشی تسبیح تحریش اینا از لوازم. ما جنرال آخوندار رو میبینیم با ریش، جنرال با ریش. بله دیدیم که دریانوردهای قدیم و اینها یک ریشی داشتن و بند و بساطی، ولی اون یه داستان دیگری بود. نمیشود از سرباز ریشو تا جنرال لشکر ریشوها پیروز و سربلند باشید، در اندیشه آزادی و عدالت هم باشیم. ما در اینجا عرض کنم که هیچ خصومتی، دشمنی، چیزی، مشکلی نداریم با هیچ گونه آیینی. ما جستجوگر یک ذره آزادی هستیم، با موانعش برخورد میکنیم. عرض کردم خدمت شما بنده 26 ساله بودم از ایران بیرون آمدم، باور بفرمایید 26 دقیقه ما بحث دینی و تاریخ اسلام با کسی نداشتیم، چون آزاد بودن، موضوعی نبود. امروز در هر جا که میرویم برخورد میکنیم به این داستانها، چون قضایا علم شده است به یک وجه جنایی و این قوانین و این عرض میکنم که فتاوی که اینها از بطن جنبه های فاشیستی این دین میآید، ما را مجبور میکند خب برخورد کنیم، باش نقدی بکنیم اگر میتوان. با سپاس از سامان گرامی و شما گرامیان در هر جای که هستید برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.